برای انتخاب شما لازم میدونم. یک اینکه اون شخصی که انتخاب میکنید مسلمان عامل به احکام باشه و به این نام مشهور باشه. دو اینکه با دستگاه سابق، رژیم سابق همکاری نزدیک نداشته باشه. سوم هم اینکه شخصیت و وزنش جوری باشه که وارد وزارتخانه میشه اون وزارتخانه تحویلش بگیره، خیلی کوچیک یا ضعیف یا کم سابقه یا خیلی جوان نباشه. بر اساس این اون وقت بقیه اعضای کابینه رو معرفی کردن، به تدریج تا تکمیل شد. در تمام طول 9 ماهه دوران دولت موقت مطرح بود، آقای خمینی در قم بودن و دولت موقت در تهران. ارتباط مستقیم برقرار بود، هر موقعی که میخواستیم به هر ترتیبی که میخواستیم، هیچ گونه کانال ارتباطی هم وجود نداشت. اکثرا چون من خودم رابط بودم در نخست وزیری این ها رو چیز میکردم، تلفنی به مرحوم حاجی صد احمد آقا میزدم و میگفتم که میخوان بیان قم، مثلا به یه فاصله ای میگفتن عصری بیان، فردا بیان، تعیین میشد. اونجام که میرفتیم بدون هیچ محدودیتی آقا میشستن، مطالب مطرح میشد. بعضی مواقع اعضای دولت موقت میرفتن، بعضی مواقع اعضای دولت موقت همراه شورای انقلاب میرفتن، بعضی مواقع خود 2-3 نفر از وزرا میرفتن برای کاری. حتی در آقای خمینی قبل از سکتشون به تمام جزئیات هم مطلع بودند و هم اونجاهایی که لازم میشد دخالت میکردند. فقط چندین بارم چون مطرح بود رفتن ما به قم هم خطراتی تهدید میکرد، هم هزینه های سنگینی برمیداشت، چون اون موقع مسئله ترورها و گروه های فرقان و اینها هم مطرح بود، لازم بود تحت حفاظت های خاص به قم بریم. پیشنهاد شد که به آقا که ما که اینقدر ارتباط نزدیک داریم، هفته میشد 3 بار آقا رو میرفتیم میدیدیم به طرق مختلف، شما بیاید. در هر صورت آقا نپذیرفتن، منتها بعد از اینکه اون سکته، عارضه سکته بهشون دست داشت که اومدن تهران، دیگه در تهران بودن. در تمام اون موقعی که در تهران بودن به تدریج ملاقات های آقای خمینی کانالیزه شد و سدهای مختلفی جلوش قرار گرفت و افراد وقتی که میخواستن با ایشون ملاقات بکنن از فیلترهای مختلف میگذشتن بر حسب مصلحت ها و چیزها که خود. بعد از رفتن آقای مطهری که خودش یک وسیله انسجامی بود، طبعا یه مقدار اختلافات به وجود اومد تا چند بار دولت موقت ناچار استعفا کرد و امام قبول نکرد. قرار شد که اعضای شورای انقلاب کم و بیش با دولت همکاری نزدیک داشته باشن، به عنوان معاون وزارتخونه ها باشن. مثلا آقای هاشمی رفسنجانی معاون وزارت کشور، یعنی معاون آقای سباقیان شد. آقای بهشتی رو گفتن که در وزارت دادگستری، چون اونجا اون روز به عنوان قوه قضاییه نمیگفتن، وزارت دادگستری میگفتن. و آقای دکتر باهنر در وزارت آموزش پرورش و همینطور بقیه. یه مدتی هم کار به این شکل ادامه پیدا کرد، اما برخوردها همچنان بود، و خصوص اینکه در خارج از اینجا دادگاه های انقلاب آدم اعدام میکردن و من از بازرگان به شدت با اعدام بدون محاکمه مخالف بود. خود این یک سوال خیلی جدی و اساسی که چگونه در حالی که مملکت انقلاب شده، انقلاب یک رهبر داره، یک شورای انقلاب داره، یک دولت رسمی داره، 7-8 نفر، 10 نفر، 15 نفر بدون اطلاع رهبر، بدون اطلاع شورای انقلاب، بدون اطلاع همه، یک چنین کاری رو میکنن و میرن، عرض کنن، دست همه رو میذارن تو گردو و همه در برابر عمل انجام شده قرار میدن. در واقع کاری که اونا گفتن به آقای خمینی اطلاع ندیم این استش که ما این کار رو میکنیم، آقای خمینی مجبور میشه از ما حمایت بکنه، نمیتونه مخالفت بکنه. با گروگانگیری به کلی مخالف بود و میگفت برخلاف قوانین بین المللی است، به نفع ما هم تمام نخواهد شد. و یه عده از این استفاده میکردن، به خصوص اونایی که سردمدار گروگانگیری بودند بیشتر فحاشی میکردن و بد میگفتن، تند صحبت میکردن. اینا ضمناً هم امام از اونها تا حدی حمایت میکرد بعدن،
البته به دستور او این کار انجام نشده بود ولی حمایت میکرد ازشون برای اینکه انقلاب گرم بمانه. خب گروگانگیری پیامدهای بسیار جدی و اساسی داشته. گروگانگیری نه تنها روابط ما رو با امریکا برهم زد، بلکه روابط ما رو با دنیای خارج دچار اختلالات بسیار جدی کرد. به نظر ما گروگانگیری نه تنها برای امریکایی ها بلکه برای ایران هم بسیار گران تمام شد. جنگ حمله عراق به ایران و جنگ ایران عراق از پیامدهای گروگانگیری محسوب میشه. هنوز هم ما اسیر پیامدهای گروگانگیری هستیم. بیانیه‌های الجزیره، دو تا بیانیه و 6 قرارداد الهامی همه از پیامدهای گروگانگیری هستند. بنابراین گروگانگیری یک پیامدهای دراز مدتی داشته. علاوه بر این در داخل ایران هم گروگانگیری به عنوان یک سکوی پرشی برای نیروهای انحصار طلب شد. بعد از پیروزی انقلاب ما به آرام آرام جدایی و اختلاف رو میان دو جریان اصلی انقلاب می‌دیدیم. خب در انقلاب اسلام ایران همه نیروها از چپ لائیک، ملی، مارکسیست همه بودن. اما اون چیزی که موجب پیروزی انقلاب شد همکاری دو جریان اصلی بود. یکی روحانیت بود و یکی روشنفکران دینی. مرحوم از بازرگان همکارانشون نهضت آزادی. این دو جریان روشنفکری دینی با روحانیت که کار کردن موجب پیروزی انقلاب شد. هر کدوم از اینها از یه زاویه در انقلاب مؤثر بودند. روحانیون نقش بسیج توده ای رو داشتن، ولی روشنفکران دینی، مهندس بازرگان و دوستانشون در نهضت آزادی که عضو شورای انقلاب بودن، اینها در واقع مهندسی انقلاب رو به عهده داشتن. خب بعد از پیروز انقلاب ما یک اختلاف میبینیم، یواش یواش این اختلاف بالا داره میگیره. خب آقایون معتقدن چون انقلاب رو آقای خمینی رهبری کرده پس قدرت باید در دست روحانیون باشه و بقیه باید به عنوان کارگزار اونا عمل بکنن، هرچی که اونا میگن اینا عمل بکنن. خب این روحیه برای افرادی مثل ماها که در نهضت آزادی بودیم، مرحوم منصور بازرگان، قابل قبول نبود. ما ضمن این که به روحانیت احترام قائل بودیم اما یه حق ویژه‌ای براشون قائل نبودیم. ما معتقد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، به حکومت روحانیون رأی ندادن، ولی آقایون یه مطالب دیگری در سر داشتن. بحث دیکتاتوری صلحا از اونجا مطرح شد، این مسائل رو مطرح میکردن آرام آرام و ما میدیدیم که خب این امکان پذیر نیستش. از تقریبا خرداد سال 58، یعنی 3-4 ماه بعد از تشکیل دولت بود که ما احساس کردیم که دیگه نمیتونیم این وضعیت نمیشه ادامه پیدا کنه. خب مرحوم از بازرگان در دولت مطرح کرد، بعد یه جلسه مشترک ما داشتیم با شورای انقلاب، مرحوم از بازرگان گفت آقا اینجوری نمیشه. حتی در خرداد یه نامه از طرف مرحوم مهندس نوشته شد به امام که شرح دادن که به این دلایل، به این دلیل، به این دلیل این وضعیت قابل دوام نیستش، نمیشه اینجوری کار، نمیشه کار کرد، چون آقایون در همه کار دخالت میکردن. بنابراین این که دولت موقت استعفا بده قبلا هم مطرح بوده ولی همیشه این رو به عناوین مختلف رد میکردن. یک ماه قبل از تشکیل، قبل از گروگانگیری، مجدداً مرحوم انس بازرگان در یک جلسه مشترکی که ما با شورای انقلاب داشتیم ایشون مطرح کردن که آیا میخواید من بگم وضع مملکت چقدر بحرانیه بعد راه حل ارائه بدم، یا خودتون قبول دارید که وضع بحرانیه من راه حل ارائه بدم؟ اونا گفتن نه قبول داریم. و مهندس بازرگان گفت پس اینه، دولت و شورای انقلاب یکی بشن، یک واحد همه چیز رو اداره کنه. این نظریه پذیرفته شد، هم شورای انقلاب هم امام همه پذیرفتن. بحثی بود در درون خودمون که در شورای انقلابی که میخواد حالا وزیرم باشی کیا باشن و آیا همه وزرا جزء شورای انقلاب باشن و همه اعضای شورای انقلاب پست وزارتی داشته باشن. نظر بود مثلا مرحوم بهشتی میگفت نه ما نباید پست اجرایی بپذیریم، باشیم اداره بکنیم ولی خودمون رو صحنه نباشیم. این بحثا بود تا گروگانگیری اتفاق افتاد. گروگانگیری که اتفاق افتاد خب ما احساس کردیم که دیگه قابل دوام نیست، نمیتونستیم، برای اینکه به عنوان یک دولت مسئول در افکار و انظار بین المللی دولت مسئول حفظ امنیت شهروندان خارجی است. دولت نمیتونستش اقرار بکنه میگه من قادر نیستم، برای دولت استعفا داد تا خود شورای انقلاب بیاد مسائلش رو حل و فصل بکنه. بنابراین استعفای دولت موقت ربطی به مستقیما ربطی به گروگانگیری نداشت، اما گروگانگیری که شد دولت تصمیم گرفتش که تمام بکنه. اما گروگانگیری کاری فراتر از این انجام داد. گروگانگیری به این صورت عمل شد، یک معاهده
پیش بینی نشده بود یا یک برنامه بود، برای اینکه گروهای انحصار طلب که در رأسش خود این روحانیون بودن زیر پوشش انقلابی ترین رادیکال ترین شعارها که شعار از مرگ بر امریکا هست، همه نیروهای روشنفکری رو همه رو منکوب بکنن. در گام اول روشنفکران دینی و دولت موقت رو آیزوله بکنن، ایزوله بکنن و از صحنه خارج بکنن. و چون شعار شعار مرگ بر امریکا بود، شعاری بودش که افراطی ترین گروه های چپی هم نمیتونست باش مخالفت کنه، بنابراین این برنامه تمام گروه های چپ هم دنبال خودش کشوند. به همین دلیل هم روشنفکران دینی به خصوص نهضت آزادی در اون مقطع به کلی منزوی شد، تنها موند، برای اینکه روحانیون اینا سوار موج شدن، گروه های چپ و توده ها و چریکا و همه اینا مجاهدین همه به این دامن زدن. این گام اول بود برای اینکه در بعد از انقلاب مثل همه انقلابات یه تصفیه در درون انقلاب بشه و این تصفیه صورت گرفت. دولت موقت یکی بحث های اصلیش با روحانیونی بود که در شورای انقلاب بودن. روحانیون شورای انقلاب هر کدومشون در یک قسمت نفوذ داشتن و همکاری لازم رو با دولت نمی‌کردن. ما بحثمون این بود که باید روحانیون که هر کجا یه نقش اساسی دارند اینها با دولت باید همکاری داشته باشن. اگه با دولت همکاری ندارن بیان وزیر بشن. چندین بار پیشنهاد شد که آقا دادگستری، آقای دکتر بهشتی که خودش سوابق هم داره و اطلاعات قضایی هم میگه دارم، بیاد وزیر بشه، وزیر دادگستری بشه. همجور هم که دیدید بعد از دولت موقت رئیس شورای عالی قضایی شد دیگه، رئیس دیوان عالی کشور و اینها شد. ما میگفتیم که بیان اونجا. آقای باهنر به همین ترتیب. چندین جلسه که این را رفتیم مطرح کردیم، نشستیم یک فرمولی فکر کردیم، گفتیم که آقا روحانیون شورای انقلاب بیان بشن معاونین وزرا، معاونین وزرا باشن و در هیئت دولت هم شرکت کنن. حق معاون میدونید که در هیئت وزرا حق رأی نداره، حق رأی هم بهشون داده بشه، معاون باشن حق رأی هم داشته. چندین جلسه با آقای خمینی رهبر انقلاب صحبت شد تا ایشون قانع شد که باید این کارو بکنه. بنابراین پنج نفر این مسئولیت رو، چهار روحانی این مسئولیت رو پذیرفتن. آیت الله خامنه ای معاون وزارت دفاع شد، مرحوم دکتر باهنر معاون وزارت آموزش و پرورش شد، آقای هاشمی رفسنجانی معاون وزارت کشور چون اون موقع فرمانده سپاه بود، معاون سپاهی وزارت کشور شد، آیت الله مهدوی کنی هم که مسئول کمیته ها بودن معاونت امور انتظامی وزارت کشور شدن. این چهار تا در هیئت دولت شرکت می‌کردند و حق رأی هم داشتند. یه مدت کوتاهی هم به این ترتیب گذشت، بازم این مشکل رو حل نکرد. گفتن که آقا ما تا حالا اینجوری کردیم، هر کاری میایم بکنیم یه گروهی نمیذارن، حالا ما میایم کنار، همون گروه شما بذارید، ما در خدمت اونها هستیم، با این مشکلات نمیتونیم کار کنیم. آخرین بار به یه فرمولی رسیدند که بیان دولت موقت و شورای انقلاب در هم ادغام بشه و عده‌ای این طرح رو هم رهبر انقلاب پذیرفت و هم مرحوم دکتر بهشتی، چون مرحوم دکتر بهشتی از این ور رئیس شورای انقلاب بود و نقش اساسی را هم داشت، ایشون هم اون رو پذیرفتن و
قرار بر این شد برای اینکه کاندیدا بکنیم که کیای از دولت موقت با چه کسانی از شورای انقلاب با هم در هم ادغام بشن، مجموعه اینها دولت موقت رو تشکیل بدن که سفر الجزایر پیش اومد و بعد از سفر الجزایر هم گروگانگیری و بحث گروگانگیری و عنوان گروگانگیری و بعد از اونم به استعفای دولت موقت. استعفارم اول رهبر انقلاب نمیخواست قبول بکنه ولی در هر صورت قوم رفتن و به اونها دادند و از رادیو هم خونده شد دیگه، ایشون مجبور شدن که استعفا رو پذیرفتن. شنیدم که آقای خمینی اول قبول نکردن و آقای هاشمی رفسنجانی رو مأمور کردن که این استعفانامه رو پس بدن به آقای بازرگان و بگن که الان موقعش نیست، صبر کنید. ولی گویا تو راه که می آمدن آقای هاشمی رفسنجانی رادیو استعفا ایشان رو اعلام کرده، دیگه دیدن که خب وقتی رادیو اعلام کرده دیگه برگشتن، آقای هاشمی برگشتن به قوم و به آقای خمینی گفتن وقتی دیگه رادیو اعلام کرده دیگه چاره‌ای نیست، باید پذیرفت. و موضوع انتخابات مجلس پیش آمد که رفتیم که آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی و آقای دکتر یزدی، آقای سباقیان و آقای معینفر و اینها هم از تهران انتخاب شده بودن. به اتفاق هم در مجلس هم فکر و هم رأی بودیم و مسائل مجلس با هم بودیم. اون ولی مرحوم مهندس بازرگان تا اون آخر دوره 4 سال در تمام کمیسیوناش منظم مرتب شرکت، در جلسات علنی مرتب شرکت میکرد. اینم خوبه من تو پرانتز بگم که مرحوم مهندس بازرگان در تمام دوران نخست وزیریش و دوران 4 سال نمایندگی مجلس دیناری پول نگرفت. گفت من فقط حقوق بازنشستگی دانشگاه همون من باید بگیرم و حقم همونه، یک حقوق بیشتر هر کسی نباید بگیره. من هم اون که نتیجه 30 سال خدمتم در دانشگاه تهران که منجر به بازنشستگی همون حقوق بازنشستگی رو میگیرم. نه در نخست وزیری نه در دوران مجلس دیناری حقوق نگرفت. مهندس بازرگان آدم منصفی بود. من یادم اون روز فتی مقاله رو خوند، گفت این تیکه آخرش قشنگ گفته، درست گفته. جایی که منطقی حرف زده بودن، حرف میزدن میپذیرفت. ولی خیلی بی‌انصافی در حقش کردن، به طوری که خودشون بعد پشیمان شدن و مقدارش پس گرفتن. آخرم دیدن که حرفایی که اون روز میزده بیشترش درست بوده و اقرار کردن. که ملت ایران پس از انقلاب تشنه امنیت غذایی و عدالت و نظم نسق در دادگاه ها و ادارات مربوطه است، اما میبینیم که ریاست محترم دیوان کشور ضمن رهبری فعال حزب خود و اتخاذ موضع سیاسی غیر بی‌طرفانه اوقات زیادی را به سخنرانی ها و مصاحبه ها صرف نموده، با استفاده ممتاز و استثنایی از رسانه های گروهی و از امکانات عمومی به تبلیغات می پردازند. برخلاف اصل مسلم تفکیک قوای سگانه و عدم تداخل آنها، کمتر امری از امور مملکت است که به طور رسمی یا غیر رسمی تحت تأثیر و فرمان ایشان نباشد. سفرا و وزرای کشورهای خارج را به حضور میپذیرند، به جبهه جنگ و به ادارات و نهادها سرکشی و سرپرستی میفرمایند، در امور اقتصادی و کارگری و در سیاست مملکت و تشکیل و ترکیب دولت اظهار و اعمال نظر مینمایند و به طور خلاصه وزن سنگین و استعلای خود را به تمام شؤون جمهوری اسلامی میگسترانند. توقع برادرانه و متواضعانه این حقیر از ایشان و از آقایان متولیان دیگر همکارشان که تقریبا همه اختیارات اجرایی و مواضع قدرت را در انحصار گرفتند این است که اولا پاس مقام و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را برمایند و ثانیا خود را در قالب قانون اساسی و همکاری صمیمانه با سایرین محدود و مفتخر فرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مجلس
یکی از قسمت‌های مهم مجلس نوت‌های قبل از دستور بود. وقتی که مرحوم از بازرگان می‌خواست نطق قبل از دستور بکنه، تمام نمایندگان گوش تا گوش می‌مدن می‌شستن، پر بود. ولی اگه دیگران وقتی می‌خواستن نطق قبل از دستور بکنن، هیچی، خیلی تعداد کمی یا دنبال صبحانه خوردن و چیزای بیرون بودند و اینا تا جلسه، چون در هنگام نطق قبل از دستور رسمیت جلسه ضرورتی نداره، اول رسمیت اعلام میشه بعد میگن شروع شد. اول هم نطقای قبل از دستوره، ضمن نطقای قبل از دستور پم شدن نمایندگان میرفتن بیرون. ولی اگه یه موقعی مجلس بازرگان یا از اعضای نهضت آزادی یا سایر اعضای اقلیت مجلس میخواستن باشن، تعداد بیشتری میشستن. نوبت به مجلس بازرگان که میشد، تقریبا همه میومدن، بیشتر هم میومدن برای اخلال در نطق، که وسط نطق داد بزنن، صحبت بکنن، نذارن. و بیان ایشون من گمان میکنم که وقتی میگوین اظهار نگرانی میکنن از اینکه با این جوسازی ها و با این تأثیر و تحریک ها ممکن است مقصر به عقیده ایشون تبرئه بشه، این در واقع اهانتی است به دادگاه، در صورتی که ما به دادگاه اظهار اعتماد کردیم و گفتیم ما از شما چیزی جز اجرای حق طبق قانون اساسی و موازین شرع اسلام نمیخواییم. ماده 39 قانون، اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد که کسانی که بازداشت شدند یا در حین محاکمه هستند، دستگیر شدند، هیچ گونه حق حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشه، و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. بنابراین بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که و انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیر انتظام ایشون اینجا آقای مهندس بازرگان، شما توجه داشته باشید که از خودتون باید رفع اتهام بفرمایید نه از آقای امیر انتظام. خب این عمل عمل اگر از موضوع خارج نشید. بله. اما اصل ایراد و اتهام ایشون در آخر سطر ورقه بود، نامه بود که خوندن و این رو به عنوان یک سند خیانت و جرم بزرگ برای دولت، دولت موقت و برای شخص آقای امیر انتظام عنوان کردند، که همینطور هم در نامه، شروع نامه به نام بنده شده، نخست وزیر شده. من این نامه رو حالا میخونم و روش جواب میدم که ملاحظه فرمایید که آیا این عمل خیانت بوده یا خدمت بوده. نامه با امضای آقای امیر انتظام معاون نخست وزیر به تاریخ 26/11/57 به عنوان مدیر کل هواپیمایی کشوری، دو سطر اولش اینه: جناب آقای نخست وزیر در مقابل تقاضای سفارت انگلستان و سفارت امریکا در ایران موافقت فرمودند که برای خروج اتباع خود و سایر کشورهای خارجی به وسیله هواپیماهای نظامی و کشوری دولت مزبور هرچه زودتر اقدام نمایند. سه مطلب اینجا هست. یکی این که اتباع خارجی زودتر بتوانن از ایران برن. مطلب دوم، به وسیله هواپیماهای نظامی خودشون برن و به خرج ما یا جای نباشه یا جای مسافرین ایرانی رو در دستگاه‌های خودمون تنگ نکنن. و بعد این تقاضا از ناحیه اون سفارتخانه ها شده و موافقت از طرف نخست وزیر به عمل آمده. مطلب اساسی مسئله این است که اینها برن. میخوام ببینم اگه در اون زمان و جو اینطور حاکم بود، حکومت میکرد و افکار عمومی هم این بود که عده بسیار زیادی اتباع خارجی من جمله انگلیسی و امریکایی در ایران وجود داشتن، عده زیادی از اینها مستخدم بودن، مستشار بودن، تاجر بودن، کارهای به اصطلاح سیویل داشتن، یعنی غیر نظامی و غیر سیاسی، ولی عده بسیار زیادی هم مستشار نظامی و مأمورینی بودند که در ایران وجود داشتند و وابستگی داشت این حضور و وجودشون به یک مقدار قراردادهایی، مخصوصا قراردادهای جنگی که با ایران بسته بودند.
آیا وسیله فراهم کردن ولاده کنید 26-11 است، یعنی در همون ماه اوله، که اینها هر چه زودتر از ایران برن و بعدم در اون چهار بندی که سفارش شده از قرار روزی 1000 تا، آیا اون روز ما میبایستی، دولت میبایستی این اتباع خارجی رو بذاره بمونن، مثلا جاسوسی کنن، مثلا اخلال بکنن، یا خرجشون عده زیادی هستن حقوق بگیر و پول بگیر دولت ایران بودن، از آرتش بودن، آیا نمیبایستی اینها رو ما وادار بکنیم، یعنی زودتر روانه مملکتشون بکنیم؟ و بعد عوض این که ما دستور بدیم به اونها، به سفارتخانه ها، که آقا یالا زودتر اینا رو بیرون بکنیم، صحبت طوری شده که خود اونها تقاضا بکنن، یعنی خود سفارتخانه ها تقاضا کنن که بعد یه مشکل دیپلماسی و حقوقی برای ایران فراهم نیارن. این عملی بوده که ایشون هم به نقل قول از نخست وزیر اینو گفتن. و بعد ما خودمون میخواستیم که اینا زودتر برن و پول به اصطلاح چیزشون هم نه ما وسیله فراهم بکنیم خرجشون بدیم و نه حتی اگه اونا پولشون میدن با هواپیمای ملی ایران برن. این که خواستیم چیزای نظامی خودشون بیارن و با همونا تحت مراقبت و نظارت مأمورین ایران این عمل انجام بشه. بقیه مطلب که در اینجا هست سفارش هاییست که خودشون میدونن. شما در کیفیت دفاعیشون هیچ حق ندارید دخالت کنید، هرچی خودشون میخوان دفاع، این دفاعه، دفاع شما که نمی کنید، بفرمایید، هرچی خودشون میخوان توضیح میدن، این حق ایشونه، بفرمایید. کمترین توقع بنده این است که همونطوری که دیروز یا پری روز ضمن بیانات آقای محمد منتظری لب از لب باز نکردم و حرفی نزدم، آقایون دیگه هم این یک ربعی که قانون و ریاست مجلس به من حق و اجازه دادن، آقایونم حوصله و صبر انقلابی و صبر اسلامی داشته باشن، فرمایشی نفرمایید. طبق قانون اساسی مجلس شورای ملی بود، اولین مصوبه‌ای که گذروندن تبدیلش بکنن به مجلس شورای اسلامی، طرح دادن نمایندگان تو مجلس مطرح بود. جو اون روز کسی جرأت نمی‌کرد که این صحبت رو بکنه که نکنید این کارو، فقط دکتر صحابی خدا سلامتش بداره و حفظش بکنه پشت شجاعانه یک مخالفت بسیار منطقی کرد، گفت نکنید این تغییر نام رو ندید، مجلس شورای ملی یعنی متعلق به همه ملت و مردمه، وقتی شما میکنید مجلس شورای اسلامی بعدها یک قوانینی تو همین مجلس میگذرونید که به اسلام لطمه میزنه، اسلام رو بذارید جدا باشه و اسلام همون صلابت خودش رو حفظ بکنه، دین الهیست و دینیست که از طرف خدا آمده، مکانها رو اون دین رو برش نذارید، بلکه محتوا و مصوبات شما مطابق با اون دین بکنید که رضایت خدا جلب بشه. یعنی شاید 7-8 دقیقه این صحبت بیشتر طول نکشه. آقا به محض اینکه اومد فحش دادن تو همون صحنه مجلس، آخر مجلس موندیم، تمام محافظینشون هرچه پاسدارا و غیره اینا که اطراف بودن باید با فحش و دشنام اونا وارد مجلس بشیم. ما خودمون با سابقه با ما دو تا با هم میرفتیم و فحاشی‌ها رو میشنیدیم و میرفتیم، اون برای خودش بمونه که تا به کتک خوردنمون پشت تریبون مجلس کشید و اینها، اونا خاطراتی که از خود گفتن اون نمیخوایم بگیم. ولی شما وضع مهندس بازرگان و اون حالت سلامت نفسش و غیره اینا رو نگاه بکنید و ببینید با چه وضعی وارد میشد و با چه میگذشت به ایشون، این دیگه شاید مثلا اون خاطره رو به یاد نیاریم بهتره، متاسف باشیم که چه کردیم ما با بزرگانم. اون حادثه تلخی هم که در مجلس پیش اومد حادثه بود که موقعی بود که من داشتم نطق قبل از دستور میکردم و ریختن نمایندگان، حالا خود اون بحثش مفصله، و ریختن نمایندگان سر ما
زدن و از پشت تریبون کشیدن و ما اسماعیل فر به دفاع من اومد و ریختن ما دوتا رو زیر مشت و لگد چه زدنی، به طوری که حالا پای چشم ما اسماعیل فر تا مدت ها کبوت بود. هادی غفاری کفششو در برد.